No, ¿dónde estamos hablando? بنامه خداوند بخشنده و به نهایت مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان عزیزان و هموطنان امیدوارم که روز خوب داشته باشید چون انانه چون برنامه های هر روزه ما تصمیم گرفته بودیم که هر روز از رفت نشست سازمان امنیت و همکاری های اروپا یک مصاحبه یک گزارش با شما داشته باشیم و عین زمان فرصت مناسب پیدا کردیم همراه برادر عبید یک گزارشی با طور رسمی با شما دوستا داشته باشیم چطور که معلوم است امروز هشتمین روز نشست سازمان امنیت و همکاری های اروپا است البته که هیئت رسمی گروه 24 داخل نشست شده بود و برنامه روی دست داشت و در اولهای نشست برادر عبید که صحبت کرده بود و چرا تصمیم گرفتیم با خود برادر عبید یک مصاحبه داشته باشیم چون که ایشون در اون منبر صحبت کرده بود و یک حادثه بسیار عجیب بود میخوام از زبان خود برادر بشنویم خب برادر عبید سلام علیکم خوش آمدین اگر که زحمت هم باشد برای دوستان و هموطنان کسایی که این زمان ما را در پخش زنده میبینند و کسایی که انتظار معلومات ها انتظار گزارش های ما هستند از رفت موضوع خود درباره چی بود و چی حادثه در اونجا رخ داد یک کمی گزارش یک کمی معلومات به دوستان میدادیم اولا سلام عرض میکنم با تمامی مردمی تاجیکستان و هر نفری که این لحظه ما را تماشا میکنه و یا اینکه پس ما تماشا میکنم سر اول میخواهم یک نقطه مهمی را اینجا ذکر کنم که حکومت رحمانوف در طول این سالهایی که حکومت میکند نه انتقام مردم نه رنج مردم نه شکایت مردم گوش کرده و گوش میکند و هر یک نفری که قلم به دست دست شبوریدن و هر یک نفری که سخن زد زبانش بستن و هر یک نفری که برآمد اعتراض کرد جسمی او را بردن زندان کردن یا قتل کردن و هر یک نفری که به داخل زندان های و اداره های دولتی او میزد و او را در اونجا شکنجه میکردن و گپ زدن نمیموندن و همین سبب شد که امروز در همین کنفرانس های بین المللی نام تاجیکستان رو پایان میبرن و هر زمانی انسان یک نقطه و یک گپی را که زد او را قلب و خاموش میکنند و این باعث شرمندگی است نه تنها باعث شرمندگی اونهاست ما هم همچنین تاجیکستانی شرم میکنیم که این حکومت خودکامه حتی توانایی گوش کردن یک اعتراض خالی را نداره دوم میخوام در موضوع برامت صحبت کنیم که چرا امروز ما را خاموش کرده موضوع ما اصلا امروز شکنجه زندان در اساسی بدبینی بود و ما این موضوع را خاصتا آماده کرده بودیم یک نقطه خیلی پوشیده بود تا اینه که هر یک انسانی که سوادش کم است علمش کم است خوب نفهمه که موضوع چی است ولی در اصل موضوع در اساسی بدبینی بود چون حکومت دیکتاتور امام علی رحمان از سالهای 2014 تا این جانب هر یک انسانی که گمانبر در اساس افرادگرایی است یا اینکه میخواهد یک تبدلاتی نو در تاجیکستان یک نظامی نو در تاجیکستان بیاید او را سرکوب میکند بد میبیند و در اون اول 6 ماه یا 7 ماهی که در زندان های استادگی هستند اونها واقعا
شکنجه میکند، ظلم میکند، میزند و این خودش یک نشان دادی است که خصوصاً آدمایی را ظلم میکنند که نسبت به رحمان بد گفتگی هستند. و همین نقطه را ما در اینجا ذکر کردیم و همون نفری که ما را قطع کرد خودش یک اسلام شناس است و از دلگسه تاجیکستان و او خودش خوب درک میکنه که باید سخنرانی یک انسان رو یک نظم رو اداره کرد و این انسان حتی نقطه اولی که ما ذکر کردیم از شکنجه بود تا اینی که ما میخواستیم در پایون کمی اشاره کنیم همون انسان حتی ما زبان رو بازنو کرده ما رو قطع کرد یعنی که خاموش کرد در 5 ثانیه اول و این نشان میده که چطور میشود موضوعی که ما اونجا سخنرانی میکنیم در 5 ثانیه فهمید که موضوع چی است هر یک انسان عاقل میداند که در 5 ثانیه هرگز موضوع را شنیده نمی‌شود و همین باعث شد که او گوش نکردن ما را قطع کرد و مدت را به او آگاهی داد که بیمان این انسان صحبت کنه تا اینکه ما بفهمیم موضوع این انسان چی است مثلا این را خاموش نکنیم و ما بعدا دوباره دادیم روند همین شکنجه که حکومت تاجیکستان نفرایی که حکومت رحمانوف تنقید میکنند در تاجیکستان خصوصا سخت اونها را ظلم میکنند شکنجه میکنند این را ادامه دادیم و باز هم از طرف همون نماینده حکومت دیکتاتوری ما را باز هم خاموش کرد و باز هم همون گپوی را تکرار کرد که دوباره تکرار کرده بود و باز هم از جنبی مدیرت ای آگاهی را گرفت همین طور ادامه کرد تا اینکه 7 بار ما را خاموش کرد حکومت و نماینده کانادا برآمد اعتراض کرد و به اونها آگاهی داد که شما حقی قطع کردن یک انسانی که سخن میکنه نداره باید اساس شما خاموش بشید شما 2 دقیقه وقت داره که در آخر همین برنامه شما اعتراض اگر داشته باشید اعتراض ها و حرف ها هر چی که داره بگویید و این حق شما نیست که شما یک انسان قطع کنه اگر قطع کردن باشه یا که در موضوع صحبت نکنه اینجا مدیریت را هست نفری است که اداره میکنه این برنامه را و می توانه این انسان خاموش کنه و این باعث شد که اون انسان خب کنه و ما را مجبور شدیم که یک بار دیگه در اینجا اشاره کنیم با یک بار دیگه اشاره کنیم با حکومت رحمانوف که اینجا به شما تاجیکستان نیست که هر یک نفری که سخن باز میکنه یا اینکه دهانش رو باز میکنه او را بشکنید اینجا یک شرکت های بین المللی است و نام تاجیکستان رو پایان نبرید هر یک لحظه که نام یک انسان یک سخن گفته است یک کلمه زده است همون زمان نام تاجیکستان رو بالا میکنید اعتراض میکنید چون در قانون های همین سازمان صحه ممکن نیست یک کشور به خاطر موضوع یک انسان قطع کنه یعنی که سخن کرده سخنرانی کرده نمونه چون این مسئولیت مدیریت است و مدیریت حقی این سخن این کار داره و غیر کسی دیگه نداره و همین سبب شد که اون نماینده کانادا تاجیکستان را انتقاد کرد خب سلامت باشی برادر عبید روسی از رفتی همین صحبت های شما از رفتی زیاده از یک هفته است که ما در اینجا هفته دوم است اشتراک میکنیم یک نقطه را مشاهده کردم خیان اصلا هر یک نشست هر یک کنفرانس هر یک وزارت اداره قانون های خود را دارد و من هم میدونم که سبب چی باشد که امروز در زیر بنام دیلیگاسیا یا که نماینده های حکومت رسمی را حکومت رحمانوف داخل میشوند یک قانون ویران کنی میکنن همین سبب های ویران کردن قانون رو شما در چی میبینی آیا چون از روزهای اول که در جامعه تاجیکستان در داخل وطن اصلا نه یک تنظیم است نه یک اداره است نه یک وزارتی است که در اونجا قانون های خوب برمانده شده باشه همین است و اینکه نقطه های دیگر است اینکه خود رو از بلا خلاص کردن میخوان که زبان یکی را قطع بکنن چی میبینی شما در این همین مشکلات هایی که بار اول نیست چون این قطع کنی خوب برای اول اینو میخوان مردم قطع کنن تو اینی که همون انسانی که سخنرانی میکنه کنترل از دست بده و همون نقطه یک مهمی را میخواه با مردم بین المللی و مردم تاجیکستان برسونه نرسونه نقطه اولی است اینو میخوان که همین یک انسان کنترل از دست بده نقطه دوم حکومت رحمانوف به جامعه نشان میدهد و این شاید ضعف او باشد چون این نمیتواند خودش این را درک کند و نشان میدهد که حکومت ما مثلا در حکومت ما آزادی بیان وجود ندارد یک اشاره منفی است که حکومت رحمان را احساس نمیکنه و این کار انجام میدهد نکته دیگری که اینجا میتوانه باشه حکومت رحمانوف
به این خاطر میخواه به تمام مردم برسونه، به تمام که ما در همه جا حقیقت کردن مردم داریم. و هر یک انسانی که صدا بلند کرد، اگرچه از کنفرانس های بین المللی باشه، از هر کجایی باشه، ما او را خاموش میکنیم، قد میکنیم و گپ زدنش نمیمونه و زبانش هم میبندیم. و همه باعث میشه که اینا این کار انجام میکنن، اما ما میبینیم که در روند برنامه اینا واقعا ناکام میشوند و همیشه آگاهی از جانب هر حکومت. این ما در همین یک هفته یک نیم هفته که این کنفرانس ادامه کرد، ما مشاهده شدیم که تقریبا چند بار شد کانادا و دیگر دولت های عضو سازمان سها و تاجیکستان آگاهی میتین که حق قطع کردن و خاموش کردن یک انسان را نداره، به خاطر که موضوع را فقط مدیراتور اداره میکنه که کی در موضوع صحبت کنه. و همین باعث میشه که ما میتونیم بگیم که حکومت رحمانوف تا اون درجه را مثلا بی سواد است، نظم اداره نمیکنه و نمیتونه همین واکنش همین چیزایی که مثلا کانادا و دیگر مدیرت رو ایرا چی میکنن آگاهی میتین همین را مثلا اداره کنه، یعنی که با کار بروه. به همین خاطر من فکر میکنم که حکومت رحمانوف روز رسیده است که از این وظیفه، از این مسئولیت بزرگی که بالای ملت تاجیک است کنار بروه و بگذاره مردم به این میدان بیاید که توانایی اداره کردن این ملت داشته باشه، این تاجیکستانی داشته باشه، تا اینه که در این کنفرانس های بین المللی ما تمام تاجیکستانیان با سر بلند، با روحیه بالا بتوانیم نام تاجیکستان بالا برداریم. و اینجا ما که برآمد میکنیم برای هر یک تاجیکستانی که وجود داره، وقتی که ما همیشه گپا چه انتقادی باشه چه چیزی باشه برای تاجیکستان میفهمیم، واقعا برای ما افتخار نیست. ما میخواهیم که در اینجا فقط نام تاجیکستان بالا باشد، تاجیکستان بیرغش برداریم و در هر کجایی باشد، چی مخالف باشد، چی طرف حکومتی باشد، در یک جا، در یک جامعه بین الملل ما نشون بدیم که ما مردمی انتقاد پذیریم، ما مردمی هستیم که می توانیم با یک روحیه، با یک اتحادیه تاجیکستان اداره کنیم. حکومت رحمانوف در همین سالهای اخیر نشان می دهد در جامعه بین المللی که ما یک ملت نیستیم، ما دولت نیستیم، اینجا فقط یک اولاد است که تاجیکستان اداره میکنه. این از همین روند برنامه ها معلوم است، چون ما می بینیم که در تمام همین شیوع کنفرانس از تمام دلگاتسی های جهان فرقیت میکنه. مثلا ازبکستان ما روز مشاهده کردیم، قرغیزستان مشاهده کردیم و دیگر کشورهای آسیای میانه را مشاهده کردیم که با مخالفان خودشان در نزد بیرق کشور خودشان میروند، صورت میگیرند، عکس میگیرند، با هم لبخند میزنند، با هم کافی مینوشند، قهوه مینوشند. اما حکومت رحمانوف چی؟ با مردمش ظلم میکنند در داخل تاجیکستان، در خارج باشه با مخالفانش اصلا مثلا نه صحبت میکنند، نه گپ میزنند، تماما انتقاد نمیپذیره. از این رو است که ما او را محکوم میکنیم و بعد مردم تاجیکستان مشورت میدیم که این حکومت رحمانوف محکوم کنن و به مردم باشن. سلام باشی مرادر روبای، تشکر زیاد تو وقتی خود را صرف کردین و سپاس تشکر که از چندین کیلومترها آمدین. البته مقصد از آمدن هر یک جوان تاجیک، هر یک حزب و حرکت مخالف هم باشد، این هم نه به خاطر پس زدن ملت، مردم، سرزمین، خاک وطن است. این هم باشد به خاطر دفاع کردن مردم مظلوم، دفاع کردن هزارها زندانی ها، دفاع کردن هزارها نفرایی که نیاز به کمک دارند. این شب و روز، این سالهایی که عین زمان ما قرار داریم، البته روزی نیست که دیگه سلاح در دست باشد دستنگر بجنگی. ساعت رسید است که در چونین نشست ها می بیایی، استاد می شی، بلند می شی، صحبت می کنی درد مردم، غم مردم، عذاب و شکنجه مردم با جامعه جهانی می رسونی که ببینین که بنام تاجیکستان کشوری هست که در اونجا مردمش ظلم می بینم، مردمش شکنجه می بینم، مردمش غم می بینم. و یک نقطه آخر می خواهم ذکر بکنم که سبب این همه قدکنی ها در چی است. تصور کنی اگر در 27 سال لاقل حدال امکان شما نتونستین درد مردم را بشنوین، شما نتونستین غم مردم را بشنوین، شما نتونستین گوش کننده باشین، در یک سازمان با نفوذ داخل میشین، تصور کنید در حالی که قانون خودش داره، در حالی که نفر هست برای تو سخن بده، نفر هست برات بگه که تمام وقت تمام شد، نفر دیگر. اما چی معنی داره که یک دیپلمات، یک نماینده رسمی حکومت، کمای دیپلمات حساب نمیکنه داخل خاص، دیپلمات های کوچه می بیاین
در بین یک نفر صحبت داره قد میکنه این چی نشون میده به فرهنگ بدن به اور بدن به منطق بدن به عقل بدن یک دیپلمات یک نفری که دعوا از داشتن چند دیپلم میکنه دعوا از اون میکنه که در کدام دانشگاه یک مربی از یک معلم است اما این بشارت از اون میکنه که شما در 27 سال حدال امکان نتونستین مردم گوش بکنید ما برای شما نمیگیم زواد فابریکا کارخونه گوش کردن از شما یاد نگرفتیم پس ساعت نرسیده است پس همو دعوای ما درست بوده است که قطعی شما نشستن در یک منزل در یک سری میز چای خوردن دستی شما را فشردن با شما سلام کردن معنی و منطقی نداره پس انا همو دعوای ما که از 2012 تا امروز میگفتن که تمام مشکلی مردم فقط یک راهی حل دارد انا همو راهی حل ما در چپا کردن از بین بردن این همی ساختار این همی حکومتی که امروز دیگه نه گوش کردن میخواه نه درد مردم شنویدن میخواه نه با جان کسی رحم کردن میخواه نه اصلا عقل و خرد و فراست داره پس ساعت رسیده است که انمو کاخ ستمگره انمو کاخی که امروز 4 تا نفر در بالاش نشستگی هم بالای مردم ظلم میکنن کنترل میکنن برنامه‌ریزی میکنن یک 4 تا دیگر می بیو از نام بنام جامعه شهروندی چون چاپلوس بنام نماینده رسمی می بیو در این منبرها نه عقل نه خرد مردم از پس میزنن ساعت رسید است که شما را خداحافظی بکنن یک جوان واقعی یک جوان وطن دوست بیا در سری مردم خدمت بکنه آباد بکنه که در اینجا مردم نه بیا دعوا از شکنجه دیگه نکنه در اینجا مردم بیا از پیشروی ارزنه با مانند مثال نماینده کانادا نماینده آمریکا نماینده کشورهای اروپایی در این نیست که چرا یک ژورنالیست زندان کرد چرا یک ادوکات زندان کرد چرا یک نفر به قتل رسوند چرا دست به ناموس کسی رسید چیزی نیست با خاطر چی با خاطر اینکه در اینجا انسانیت رهبری کشور است در اینجا عقل خرد دانش در درجه بالا میست وزارت و اداره ها کارخانه ها تمام انشاءات ها با شعور انسانی حرکت میکنه همه است که دیگر در اینجا فقط در موضوع ظلم و شکنجه فقط در تاجیکستان است خیلی کم از دیگر کشورها درست است که بعضی کشورهایی که تابع هستند نزدیکی به ما دارند سیستم دیکتاتوری هست اما به مانند تاجیکستان خب سلامت باشید دوستان عزیز تشکر زیاد و ان شاء الله که فرصت پیدا کریم با از کوتاه‌ترین وقت باز با شما در پخش زنده خواهیم بود معلومات های بیشتر نسبت بود در روزهای بعدی با شما خواهیم داد سلامت باشید تشکر زیاد برادر خدا نگهدارتون